بله. الو آزاد جان، کجایی مادر؟ میرم خونه آقا محسن. اونجا چی کار داری؟ کاری که شما بزرگترا باید بکنید و نمی‌کنید. همین الان برگرد خونه. مادر من، شما دارین دست دست زندگی منو خراب می‌کنی. تو الان عصبی هستی، یه چیزی بهشون میگی کارو از این کس بدتر می‌کنی. بذار یکم زمان بگذره، من خودم میرم حلش می‌کنم. اصلا باشو صحبت می‌کنم. مادر جان، من بهت قول میدم خودم درستش میکنم. نگران نباش قربونت برم. مواظب خودت باش، داری رانندگی میکنی. عصر جان اینقدر تو فکر نباش دیگه بابا، اصلا اوضاع بعضی وقتا یه جوری درست میشه که فکرش هم نمیکنی. از اولش هم بهتر. مگه ما اول زندگیمون کم مشکل داشتیم؟ تو موقع کوچولو بودی. ولی از اولش پیش شما بودم. یادش بخیر. خدمت رفتن علیرضا، دانشگاه رفتنش، اصرار بابای من به مهاجرت. ولی به مرور همه چی درست شد. میدونی الان چی مهمه؟ اینکه شما دوتا همدیگر دوست داریم. بیا یادت بدم با این یک کلاه خوشگل براش ببافی. برای کی؟ قربونش بره عمه، من مطمئنم دختر میشه مریم. فکر کنم چایی از دهن افتاد، من برم چایی رو عوض. مریم ممنون که اجازه دادی باید درد دل کنم. عزیز دلم. مسکن دیگه چاره درد شما نیست محسن جان. مسعود جان دقت کردی؟ 10 سال داری یه حرف تکراری رو این بزنی. شما 10 سال این خیالت نیست. 3 هفته است دارم اصرار میکنم. الان اومدی؟ به خدا خطرناکه، اینقدر پشت گوش ننداز. چشم دکتر. جدی میگم، بهتر که نشده هیچ، پیشرفتم کرده. دکتر این که خوبه، ما خودمون پیشرفت نکردیم، حتی اقلمون پیشرفت کرده. شما هم که همه چی رو به شوخی میگیری والا. ببخشید. امارای قبلی تو دیدی؟ ببین چقدر جلو اومده. ترکش دقیقا اومده نزدیک نخاط. باید جراحی بشی. ببینم رسول جان، اینو حالا جراحی کنیم خوب میشه؟ خوب که چه عرض کنم، ولی ریسکش بالاست. خیلی خب، من یک کار ناتموم دارم، اینو به سرانجام برسونم، بعد در بس در اختیارتم. یه راست منو ببر اتاق عمل. هیچ کاری واجبتر از این کار نیست. من الان شرایطشو ندارم آقای دکتر. خطرناکه، چرا اینقدر شما پشت و گوش میندازی این کارو؟ خیلی خب رسول جان، حالا تو یه چیزی بنویس، یه داروی حالا تا به وقتش. وقتش الان محسن جان. رسول میگم بنویس. چشم، فرمانده. دارو هم برات می‌نویسم.
ولی این دارو افاقه نمی کنه عزیزم. خیلی خب این حرفا رو جلو بچه ها نزنی ها، یه موقع دهنت نپره. شش کجا ماما؟ دارم میرم بیمارستان. تو که صبح اومدی؟ خانم بهشتی کاری براشون پیش اومده، من باید جاشون برم. آخه اینجوری که دیگه جونی برات نمونه دخترم. نگران نباش قربونت برم، زود برمیگردم. مواظب باش. بفهمی سلام برزی. سلام. خوب هستی؟ خسته نباش. ممنون. خوب کار داشتی؟ با کمالزن نسبتی دارین شما؟ نه آقا، من بابک کمالیم. برات وثیقه گذاشتن دو هفته بریم مرخصی، بعد برگشتی بریم ببینیم اون آدمی که میگین قصه‌اش چیه. چشم، حتما. آقا پس من دارم بسلام جمع کنم. دستتون درد. بسلامت. ممنون. خدا حافظ. سلام. سلام. فکر نمی کردم به این زودی ها دوباره آزاد شد. خب اول باید کجا بریم؟ باید بریم دفتر عمو احمد، یه سری سوال داره باید سوالاشو جواب بدی. خب یه چند تا نکتن داره که باید به تذکر بده و بعدش میرسونم. اشکالی که نداره که. نه خواهش میکنم، من در خدمتم. فقط قبلش اگه یه اسباب بازی فروشی بریم، من برای بچه‌م چند تا اسباب بازی بخرم، چون فکر میکنه من خارجم. باشه مشکلی نیست. سوارش. سیما جون ببخش تنهات گذاشتم. دروغ چرا؟ ما هم نمیخوایم این اتفاق بیفته. مونی جون میشه نه یکم کمش کنیم؟ بذار سرم درد میکنه. آره فدا چم. چرا که نه، بذار درد نکنه. بفرماد اینم کم. میگم اگه نمیخواستین این اتفاق بیفته، خب برای چی ماشین و کادوها رو برگردوندم در خونه؟ حقیقتش سیما جان، اول آقا سعید حرفش رو شروع کرده، بعدم تو اگر جای من بودی چی کار میکردی ها؟ از این گوش میشنیدم، از اون یکی گوش در میکردم. درسته، ولی خب آزاد وقتی صبح ماجرا رو فهمید میخواست بیاد خودش با آقا محسن صحبت کنه، من نذاشتم. گفتم جوون خامه، خدایی نکرده یه چیزی میگه خوبیت نداره. ممنون، خوب کردی. منیر جان، آزاد من از بچگی عادت به جنگیدن نداشته، چون هر چی که میخواسته براش مهیا بوده. تو خودت میدونی که چقدر اسرای تو رو دوست داره. بیا یه کاری کنیم، این دوتا مرغ عشق از این آتیش به راحتی بیان بیرون. چشم سیما جان، من قول میدم هر کاری که بتونم انجام بدم، ولی عزیز من ازدواج بچه ها هیچ ربطی به پیگیری پرونده کارخونه نداره ها. اصلا کی حرف کارخونه رو زد؟ مشکل من این دوتا بچه هن. باش دمنوشو بخور ببین دوست داری طعمشو. چی هست حالا دمنوشت؟ خسته نباشین خانم دکتر، یکی از مریضاتون اومده. بگید صبر کنم. آخه خیلی اورژانسیه. میبینی که دستم بنده. آخه اونم خیلی بیقراری میکنه. خیلی خب کجاست؟ توی راه رو. خب این پرونده مرغ مریضم باشه. باشه چشم. سلام. سلام. دست شما درد نکنه. غریبان. چی؟ از چرا جواب تلفن اومدید؟ ببخشید، موزه کم کنم حسنم.
مطمئن؟ امروز صبح خواستم بیام بابا تو حرف بزنم. کار خوبی کردی که نرفتی. چرا؟ فعلا موقعیت مناسب نیست. باورم نمیشه در این اتفاق میفته. بلن که داره میفته. جای قرار بری؟ باید برم بالا سر مریض. من فقط اومده بودم یه دقیقه ببینم. فردا دفاعی پایان ما هم دلم مرتنگ شده بود. دست شما را نکنم. خواهش میکنم. شما را انداختم تو زحمت. زحمتی نبود. خودم دوست داشتم بیام که یه چیزی باهاتون بگم. بفرمایید. پدر من به شما اعتماد کرد. برای شما وثیقه گذاشت که بیای بیرون. بله. بذار رکبت بگم. اگه ذره‌ای، حتی ذره‌ای فکر فرار به سرت بزنه، شده از زیر سنگم که شده، پیدات میکنم درت میارم. حواست باشه. ببین آقا امیر، من اگه میخواستم فرار کنم همون موقع که اومدیم دنبال مدارک فرصت داشتم که فرار کنم. بله، خب الان فرصت بیشتری داری که پول تهیه کنی، خرج سفر، نقشه راه، چه میدونم از این آدم رد کنه. من هنوز به خانومم نگفتم که آزاد میشن، یعنی خبر نداره، خودم هم خبر نداشتم. واقعا باورم نمیشد یه آدم غریبه‌ای مثل آقای تاجیک یاد وثیقه بذاره من آزاد کنه. من لطفشون رو جبران میکنم. به خودشونم گفتم، گفتم این اشتباه رو جبران میکنم، حالا یه اشتباه دیگه اضافه نمیکنم بهش دیگه. خیر ایشالله. باش، باز فردا میام دنبالت که با هم دیگه بریم کارخونه. حتما. خدا حافظ. خیر پیش. سلام برسون. سلام. سلام. درو باز کن. بابک تویی؟ آره خودمم. چه آزاد شدی؟ بیا تو. خسته نباشی امه. ممنونم امه جان. بفرمایید، اینم شربت خنک. امه من اینو میذارم میوه. باشه پسر. میریزه. باشه. خب کارا چطوری پیش میره؟ خود خاطره که عالی شده. الان هم تصویرگریشو انجام میدم. چقدرم خوب. میگم امه، درگیر این کارا شدی، موقع درس و مشق عقب نمونی. ریاضیاتو حل کردی؟ بله. راستی امه جونم، بابا میگفت شما ریاضیتون عالی بوده. ریاضی بابا هم عالی بود، اما من میگفت اگه شما باش کار نمی کردید نمره ریاضی رو نمی گرفته.
شوخی کردم به یه خاطره ای هم برام تعریف میکرد. جدا؟ چی میگفت؟ انگار یه بار معلمشون سر امتحان ریاضی ازش غلط گرفته. جوابش درست بوده، اما راه حل شما با راه حل توی کتاب متفاوت بوده. یادتون میاد؟ کاملا یادمه. معلم بابات از یک راه حل دیگه به جواب رسیده بود. با راه حل من فرق میکرد. رفتم مدرسه. بهش گفتم ولی قبول نکرد. منم سر لج افتادم، رفتم اداره. اداره حقو به من داد. معلمش معذرت خواهی کرد و نمره بابا رو داد. و بالاخره نمره رو داد به بابا؟ بله، ولی کوفتش شد. چرا؟ بابا لج کرد. از اون موقع به بعد هر موقع درس جدید میداد، اولین نفر برای حل اون مسئله بابا رو میبرد پای تخته. بابا میگفت بیشترین ترکه ها رو اون سال به خاطر یه دنده ای من خورده. وای که چقدر زود گذشت. عمه شربتت گرم نشه، کاری داشتی بهم بگو. چشمت بی بلا. اما کمی دورتر در سرزمین دیگر، نه بر درخت و نه در باغ، یکی از هزاران توتی در قفس کوچک در خانه بزرگ بازرگان زندانی بود. توتی عزیز بازرگان بود. با لحن آوازش بازرگان را شاد می‌کرد و با رنگ رنگین پرهایش خانه او را آباد. روزی مرد بازرگان قصد سفر هندوستان کرد. از همه اهل خانه یک به یک بزرگ و کوچک پرسید تحفه و سوغات سفر چه می‌خواهد. هر کس چیزی خواست. یکی آج فیل، یکی شال کشمیر، یکی روغن مار، یکی تیغ زنگبار. بابا بله. تشنم. باشه الان میگم مامان برات بیار. پس بخواب، من بعدم برات میخونم. برقشم برام میخونم. آره فرد شب خوب بخوابیم. نمکشم رود. دست در نکنه، زحمت کشیدی. خوابید؟ آره به زور، ولی خیلی بهش خوش گذشت. آره چه خوب شد که براش اسباب بازی آوردم، خیلی خوشحال شدم. اونجا بهتون میوه هم میدن؟ بله، میوه، شیرینی، قهوه، سر ساعت. واقعا بهشته. بیمزه. چی فکر کردی رویا؟ اونجا زندانه ها. میگم بابک، تو این دو هفته که بیرونی فکر میکنی حرفایی که زدی رو میتونی ثابت کنی؟ همه سعی اون باید بکنم این کار رو بکنم، یعنی باید این کار رو بکنم. چه روزا و شبای سختی بود. چقدر دلم برای شما این خونه تنگ شده بود. خوابت میام؟ عادت کرد اینجا اینقدر شبا زود میخوابیدین دیگه شرطی شدم، میبخش. استثنایی عادت خوبی. اتاق خالی در طبقه پایین است. خدا رو شکر هنوز عکسمون رو از سر تاخچه خانه خودمون بر نداشته. رو انداز و نان هم پیدم شد. به حرمت شب عاشقا، حریم این خونه باید از حضور اجنبی خالی باشه. منم شب و با عهد و عیالم سر می کنم. صبح اول وقت مراجعت می کنم برای بردن شما.
شما دوتا رفیق چتون شده؟ چرا زدیم به تیپوتار هم دیگه؟ بابا وقتی دوتا رفیق نتونن با هم کنار بیان یعنی دنیا حالش خرابه، باید درشو گل گرفت. نتونستیم با هم کنار بیان؟ اب بابا با این آدم نمیشه کنار اومد. ازت شکایت کرده؟ شکایت نکرده ولی اگه پاش بیفته این کارو میکنه. چجوری؟ نمیدونم، بالاخره با یه مدرکی چیز مگه داره؟ اگه لازم باشه جور میکنه. سعید به نظرت میتونه؟ نمیدونم، علی از این جونور هر چی که بگی برمیاد. میگم بیا جر بزن، ادعا کن که دستش با حسابدارش توی کاسه بوده، همین کافیه. نمیشه بابا، نمیشه. چیکار کنی؟ بخرش. اصلا پول براش مهم نیست. چی میگه؟ پس چیکار کنی؟ آبرو. آبرو؟ آره. وارد زندگی شو، یه آتوی ازش بگیر، از این را وارد شو. چیزایی میگی تو؟ ما که هر چی میگیم تو یه چیزی دیگه داری میگی. آقا بسپارش به من، یکی دو روز بسپار به من، کارت نباشه. حوصله‌اش داری یکی دو روز بریم لباسون؟ کار دارم. حوصله ندارم. یا حوصله نداری یا کار داری، همش گردن من. باش، من خودم یه فکری میکنم. دستکاری صورت‌های مالی معمولاً چند روش عمده داره. یکی اینکه کم نمایی دارایی ها، یکی اینکه بیش نمایی هزینه ها یا تشدید استهلاک دستگاه ها، یا اینکه تفاوت زمانی. تفاوت زمانی یعنی چی؟ کارخونه همشون یه سری طلبایی دارن، یه سری بدهیایی دارن. بعد حسابدار میاد چیکار میکنه؟ مثلا این ماه یه سری طلب داره، ماه بعد بدهی داره، میاد جای اینا رو عوض میکنه، تفاوت زمانی ایجاد میکنه. به همین خاطر یا مثلا بالعکس میکنه هر اتفاقی که میفته. به همین خاطر رد پول پیدا کردنش خیلی مشکل میشه. با تمام این اعداد و رقم ها و تمام این تفاصیل میشه ثابت کرد که اینا تو صورت‌های مالی کارخونه دست بردن یا نه؟ بله میشه، به خاطر اینکه این سندها رو خود من ثبت و لیست کردم. به همین خاطر باید کاری که میکنیم که اینا رو تطابق بدیم با هم، و کاری که باید بکنیم اینه که بریم کارخونه سندها رو بیاریم و کپی کنیم. مطمئنه که اینجوری میشه؟ بله. بسم الله. بریم. آقا مهندس آزاد، خسته نباشید، من این سری توضیحات خدمت شما بدم، ملاحظه کنید. فایلتون رو چک کردم، این تقریبا کارش تمام، فونتا، اسلاید و پاورپوینت ردیف آماده ارائه. فقط یه سوال، شما استرس داری یا نه؟ ای بابا چقدر اینو از صبح میپرسی تو؟ آقا میپرسد، من دلیلی داره، من بالاخره کسبت دارم توی دانشگاه، میدونم، میخوام کمکت کنم. استرس داری یا نداری؟ حالا گیریم داشته باشه، از شما چه کمکی برمیاد؟ الان به شما این دانشگاه یه برنامه داره که الان من خدمت شما هستم، الان توضیح میدم به شما. آقای استاد پاینده از اون اساتیدی که موقع ارائه دانشجو بعد جور میپیچونه، سوال پیچ میکنه، دچار استرس میکنه، دچار مشکل میکنه. میخوام راهکار بهشون بدم. خودت میدونی. نمیخوام آقا جون، من خودم درسمو رو حسابی آماده کردم، خودم هم بلدم چجوری جلو استاد در بیام. آره باش، آره باش، فکر کی هستیم داره واسه کی میسوزه. میخوام کمکت کنم برادر من. دیر که نکردی. سلام. به به به، خسته نباشید. سلام. سلام، خوبی؟ خدمت شما. ممنون، چه گل قشنگی. این دیگه سلیقه همسر گلته. دست شما در من. قابل شما رو نداشت. سلام عرض شد. سلام عرض شد. ایشون آقا بهرام دوست من که امروز خیلی زحمتش دادم. ایشون هم آذر خانم خواهرم.
خیلی خوشبختم. سلام عرشه. خیلی ممنون همچنین. خیلی تشکر که هوای داداش من رو دارید. انجا وزوه میکنم. آقازاد برادر من هستن. ایشونم اسرا خانم، همسر گل من. بحبه. خیلی خوش اومدید اسرا خانم. خیلی خوشبختم. جای شما دوتا عزیز مشخصه پشت میز اساتید. تشریف داشته باشید تا آقازاد راهشون شروع بشه. اون که چشم، ولی مثل اینکه جلسه یه ساعتی عقب افتاده، درسته؟ بله بله. خب خیلی هم خوب، پس کلی وقت داریم. اگه موافق باشی من یه پیشنهادی دارم. من میگم اگر که آقا بهرام لطف کنن من و ایشون اینجاها رو مرتب کنیم، تو این فاصله هم شما دوتا مرغ عشق برید بیرون یه گپی بزنید، یه هوایی به سرتون بخوره. اگه اجازه بدیم ما هم کمک کنیم. نه من اجازه نمیدم، بدوید برید. برو، خیاله راحت بشه ازش. برو. مطمئن؟ خیاله راحت، استرس هم که نداری شما. الان که دیگه اصلا استرس نداری. برو برو برید دیگه، زود باشی. برو. خب ببینم چه کارایی کردین، چه کارایی مونده. آه خیلی متشکر. دست شما در نکن. خدا حافظ. سلام علیکم. سلام آقا. چطور؟ سلام علیکم علی. چطور آقا امیر؟ خواه خواهی. خیلی مرد شد. اما شما احتیاج نبود بیایید یا. میخوای من تنها برم این چیزا رو بردارم. میدونی که قرمت دارم این دستی رو آقا محسن و منم که نمیتونم رو حرفش حرفی بیارم. شما هم اینجا نگاه کن ببین هر سند و مدرکی که نیاز هست یه کپی ازشون بگی با خودمون برداریم ببریم. باشه؟ باشه. اصلا دوست ندارم اینجا زیاد بمونی. من هم همینجور سعی میکنم که هر مدرکی که میخوام اون پرونده هایی که سندهایی که لازمه برداریم بریم. من هم زیاد راغب نیستم اینجا بمونیم، اما به هر حال نیاز هستش که من مدرک رو برداریم خودمون، چون تو روند پرونده خیلی بهم کمک میکنه. حتی بگم اینجا دارید فکر میکردم که بیایی. چرا به بقیه نگفتی که بیا؟ نورمدن دوست داشتم بگم. من هم دیروز با بابا حرف زدم. خب واقعیتش اینه که بابا زیاد موافق اینه که قضیه کارخونه به ما مربوط نمیشه. ولی جونم آقای مفخم منتظرتون بودم. سلام. سلام. سلام عصر خانوم. سلام خانوم. من شما رو میشناسم، یعنی عکستون رو دیدم. عکس منو؟ بله، تو رستوران زمانی که با دوستای آزاد جشن گرفته بودیم. البته میتونم حدس بزنم که اون روز آزاد منو برای چی دعوت نکرده بود. چیزی نیست عزیزم. شیمه خانم، یعنی خانم سلیمی همکلاسی دانشگاه منه. همکلاسی دانشگاه؟ یعنی میخوای بگی هنوزم بهش نگفتی؟ پس میخوای با زندگی این طفل معصوم هم مثل زندگی من بازی کنی؟ حداقل جرأت داشته باش، بگو من کی بودم و چی بودم تو زندگیت. همین عزیزم. اصلا اینجوری نبودا. باور کردی؟ بابا اصلا اینجوری نیست. تشریف نمیارین کارخونه؟ چطور مگه؟ حقیقتش داره یه اتفاقایی میفته. چی؟ این پسره بابی، کمالی، با یه آقای موفری اومده کارخونه، نمیشناسه. بفرما، تحویل بگیر. اینم دستگل خودت ها. حالا میگه چیکار کنم؟ بیام فرش قرمز فن کنم جلو پاشون؟ ببین چه غلطی دارم میکنم تا من خودمو برسونم. آقا جو شما درایتشو داری؟ داشته باش، بگو من کی بودم و چی بودم تو زندگیت.
من ادامه میدم. خانم سلیمی هم کلاسی دانشگاه من هست. بگو من کی بودم و چی بودم تو زندگی؟ آقای مفخم، آقای مفخم، مشکلی پیش اومده؟ نه خیر استاد، این آقای پوینته قاطی کرده، الان درست میشه. برام داری چی کار میکنی؟ آزاد جان یه لحظه، الان درستش میکنم. الان درست شد. چه حرفی میزنی خانم؟ ایشون وکیل قانونی آقای محسن تاجیک هستن. هرچی پرونده خواستیم بهشون تحویل بدیم. جسارتا من تا حالا ایشونو زیارت نکردم، نمیتونم پرونده رو اختیارشون قرار بدم. اجازه بدید آقای مفخم تشریف بیارن. چشم. ببخشید اما من اصلا نمیدونم مشکل از کجاست. این کاری که شما از من میخواین فقط با دستور آقای مفخم میتونم انجام بدم. اول آقای کمالی بفرمایید، خودشون هم تشریف آوردن. چه عجب از این طرف ها. آقای مفخم، ایشون وکیل آقای محسن تاجیک هستن. از کار ما به اینجا رسیده، آقا محسن وکیل وسیع برامون فرستاده. خودش واسه چی نیومد؟ خیلی ببخشید، اینو دیگه شما باید از خودشون بپرسید، اما توی این 40 سالی که بنده ایشون رو میشناسم نیومدنشون حتما دلیل داشته. شاید به خاطر اینکه فکر کردم ممکنه بیان اینجا خدایی نکرده یه وقت بگو مرگوی اختلافی چیزی پیش بیاد که واسه بی حرمتی بشه، به خاطر این نیومدن. حسن اتفاقا منم اونو خیلی خوب میشناسم، خیلی بیشتر از شما. منتها تو این مدت یه چیزایی ازش دیدم، یه کارایی کرده که حسابی از چشم افتاد. الانو فکر میکنم که ریگی تو کفششی که نیومده. بله بله حاج. اما در مورد اون بی‌حرمتی که فرمودی، اگر رفیقش هستیم به گوشش برسونی. اگه کسی حرمت نگه داشته اون من بودم، به خاطر نون نمکی که با هم خوردیم، به خاطر رفت آمدی که داشتیم، به خاطر خودش خانواده‌اش. منتها اون قدر ندونست، هر موقع ما رو دید تهمت بهمون زد، لیچار بارمون کرد، هیچی نگفتیم. الان مهم نیست، اگه نیومده بی نداره، هر چی میخوان در اختیارشون بذاریم. بله حتما. قول معروف طلاق پاکه چه منتش بود خاکه. بفرمایید خوش بفرمایید. راحت و در انتها باید یادآوری کنم معماری به عنوان شاخص تاثیرگذار از یک برهه تاریخی و جغرافیایی، حتی که بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و بسیاری از موارد دیگر تاثیرگذار است. در دوره مدرنیته دچار تغییرات عمده‌ای شد و این تغییرات با همه‌گیر شدن در جغرافیای بین‌الملل و در بازه زمانی خاص رفته رفته تبدیل به یک تحول شد. ممنون. خسته نباشید آقای مفخم، تبریک میگم به شما و همچنین اساتید محترم راهنما و مشاور. اما قبل از اینکه وارد بحث جدی بشیم یک سوال حاشیه‌ای دارم، اجازه بفرمایید که مطرح کنم. در خدمت شما.
اینکه چرا شما پایان‌نامه‌تون رو خیلی دیر ارائه دادید به دانشکده و آخرین دفاعی است که از طرف گروه شما ارائه خواهد شد. بله درست حق شماست. حقیقتش استاد من تا قبل از این یعنی ابداً هیچ انگیزه نداشتم برای انجام این پایان نامه، ولی تازگی یه اتفاق خیلی خوب و جذابی تو زندگی من افتاده که شاید بهتر بگم مشوقم بوده یه جوری برای اینکه این پایان نامه رو به سرانجام برسونم و بابتش خیلی خوشحالم. تشکر. خب شما سوالی آقای دکتر اگه دارید بفهمید. خواهش میکنم. خیر، به نظر من پایان نامه شون مفصل، جامع و کامل. آخر جلسه من همینجور داشتم نگاهش میکردم با چشم نشسته بود. جلسه که تموم شد خود دیدی شلوغ میشه دیگه، میگم سمتاره یوه دیدم نیست، هرچی زنگ زدم تلفن هم جواب نداد. یعنی باور کن آزر، باور کن امروز بدترین اتفاقی که اصلا فکرشون میکردم من گفت. حالا از کجا پیدا شد این عجل معلق آخه؟ بابا از کجا پیدا شدش مگه مهمه؟ مهم اینه که من به تو گفتم بذار بهش بگیم تمام شد بره، نذاشتی. ای بابا چی رو بهش بگم؟ چرا مسئله رو بزرگ میکنی؟ تو چیزی نبوده که. خودتو جمع جور کن با هم حلش میکنی. بر فکرش بیا بیرون. فعلا من باید برم شرکت کار دارم، حالا میرم خونه بهت زنگ میزنم. خب حل میشه. حالا واقعا اینا امروز تموم میشه؟ یه روزه؟ شوخیه مگه؟ این همه پرونده است. اما زیاد نگران نباشی، زیاد تو چشم نمیمونیم اینجا. میدونی چیه؟ اونجا یک چیزایی که لازمه من برمیدارم اصلا شب میبرم خونه روش کار میکنم، اونم که لازم نیست میذارم همینجا دیگه. حالا آقا جون شما نمیخواد زیاد خودتو اذیت بکنی، عجله هم نکن، همونجا که هستی بگی بشین قشنگ سر صبر و حوصله هر چی رو که میخوای علک کن. از تو پوتشر هیچ عهد و نوسی هم نترس. بعد میگم شما الان با دستور اجازه آقا محسن نشستی پشت و میز، قربون تو هم برم، از چی میترسی؟ احمد آقا من نگران نیستم، از تو پوتشر هیچ کس هم نمیترسم. من یه حرفی به آقا محسن زدم، یه قولی هم به ایشون دادم، اون قولم رو عمل میکنم، حرفم هم ثابت میکنم. احسنت. حالا واقعا میتونی این کارو بکنی؟ میتونی ادعاتو ثابت کنی؟ چون با توجه به حرفایی که به بابام زدی و قولایی که بهش دادی خیلی چیزا دیگه مثل سابق نمیشه. میدونم من حرفی که به آقای تاجیک زدم باور دارم. اول اینکه تو این کارخونه یه تخلف بزرگ صورت گرفته، دوم اینکه من این تخلفو پیداش میکنم مدارکشم رو میکنم. بنده وکالت می‌دهید تا شما را به عقد دائم و همیشگی آزاد مفخم درآورم؟ آیا وکیلم؟ با اجازه پدر و مادرم و بزرگترای جمع. بعد از
هر اتفاقی هم بیفته من تو باید زندگی خودم رو بشست با خود بابام تو یه تیم بشید. البته میتونم حدس بزنم که اون روز آزاد منو برای چی دعوت کرده. شیما خانم یعنی خانم سلیمی حداقل جرأت داشته باش بگو من کی بودم و چی بودم تو زندگی. همکلاسی دانشگاه. همکلاسی دانشگاه.